به نام خداوند بخشاینده مهربان. برای آگاهی از اخبار جدید روز چینل وان سمارت را سابسکرایب نمایید. دکتر فیروزدین فیروز وزیر صحت عامه گفته است تشکر از محبت مجلس سنا، اما بار دیگر هشدار می دهم که تجمع زیر یک سقف، آن هم از سوی قانونگذاران، یک گناه نابخشودنی است. با عرض حرمت فیروزدین فیروز. این در حال است مجلس سنا وزیر صحت عامه و رئیس کمیته آگاهی و ارتباط عامه را به دلیل آنچه تخطی از قانون می خواند بلوی ساران ولی معرفی کرده است. گل احمد عظمی، یک تن از اعضای مجلس سنا، در صحبت با روزنامه اشتصاب گفت که پیش از این مجلس سنا چندین بار از فیروزدین فیروز وزیر صحت عامه و وحید عمر رئیس کمیته آگاهی و ارتباط عامه خواست تا برای پاسخگویی به مجلس حاضر شوند، اما آنان به این خواست مجلس واقع نگذاشته و با مجلس حاضر نشدند. او گفت که شماری از شهروندان از چگونگی مبارزه علیه ویروس کرونا و همچنان نحو به مصرف رسیدن بودجه آگاهی درباره کرونا شکایت داشتند. از این رو مجلس سنا تصمیم گرفت تا وزیر صحت عامه و رئیس کمیته آگاهی و ارتباط عامه را در مجلس سنا استجواب کند تا آنان در برابر این شکایات ها پاسخ دهند، اما آنان بدون کدام عذر موجه به خواستهای مجلس سنا احترام نگذاشته و با مجلس حاضر نشدند. به این حال او بیان داشت که مجلس سنا در نتیجه تصمیم گرفت که فیروزدین فیروز وزیر صحت عامه و وحید عمر مشاور روابط استراتژیک رئیس جمهور و رئیس بخش آگاهی عامه درباره ویروس کرونا را به دلیل تمرد از امر قانون بلوی سارن ولی معرفی کند. تشکر از همراهیتان.